سلام دوستان، به مستر دکو خیلی خوش اومدید. من به همراه دوستانم که در تصویر میبینید، زخم کاری قسمت سوم از نوع انتقام. سلام به دوستان عزیزم و به تمام کسانی که دارن ما رو میبینن. قسمت سوم زخم کاری به نظر من یک روند مشخصی رو داره پیش میبره و اینکه خط قصه همچنان داره حفظ میشه و درست هم داره جلو میره. حداقلش نسبت به فصل قبلی این یک نکته خیلی خوبه که حرفی برای گفتن داره. و اینکه بازیگرایی که توی این فصل انتخاب شدن، متاسفانه یک سریشون از فصل دوم داشتیم که خب توانایی بازیگری رو کنار مثلا کسی مثل جواد عزتی ندارن و اینو من کاملا دارم میبینم. یه سکانس هایی ازش خوب میبینیم، یه سکانس هایی خوب نیست خانم ملک، اما قابل قبول تر از فصل دوره. یعنی همه چیش انگار خیلی قشنگتر کارگردانی شده. و یک مشکلی که من با این سریال و سریال های دیگه هم دارم، کلمات کلیشه‌ای که خیلی زیاد دارن استفاده میکنن، مثل بازی و اعتماد و انتقام و اینها همچنان هستش، ولی در مجموع من زخم کاری سه رو خیلی دوست دارم. احساس میکنم که حالا یه جوری اصلا فصل دومشو بذارم کنار، میتونه یه ادامه جذاب برای فصل اولش باشه. خب منم سلام عرض میکنم خدمت همه بچهای مستر دکویی. خب قصه آره خوبه، ولی مشکلی که داره اون همزاد پنداریه نمیشینه. ببین فیلم و سریال مثل یه دومینوه، تو وقتی که یه دونه اون از اون دومینوها رو برداری بقیهش نمیافته. یه مثال میزنم، ما دیدیم که توی سکانسی که سماوات مالک به اون دستمالچی گفت که سماواتو بذار بره، خب فکر کردیم که یه چیز خیلی معمولیه که سماوات بره دبی، ولی کارگردان باش کار داشت دیگه. میخواست آخر این قسمت یهو وقتی در باز میکنه اون تقشو بندازه که مخاطب یهو ببینه که سماوات اینجاست. اون دومینو که میگم یعنی همین، وقتی درست نشون نمیدی که سماوات داره میره یا جذاب نشون بدی و این برای مخاطب چالش برانگیز باشه، مهم باشه رفتن سماوات، اون شوک آخرش نمیشینه. یعنی مخاطب وقتی دروازه بشه سماوات رو بینه شوک نمیشه. این به و یه سری مشکلای آخه خیلی سطحی هم داره. من نمیدونم آخه بازبینی ندارن اینا؟ مثلا صدای سکانسی که با پسر فرنهاد صحبت میکرد، اون دادهایی که میزد اصلا صدا خشخش میکرد، یا تو قسمت اول مشکل تدوین داشتیم، اینهایی که زننده میکنی یه ذره سریارو. ولی قصه داره جلو میره به نظر من، ولی مشکل داره. بازم حالا تو ترن بعدی میگم. درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. سریال زخم کاری انتقام فصل 3 دوست دارم. شاید نه به اندازه فصل 1، ولی فصل 3 رو هم کماکان دوست دارم. منتظرم که این روندی که داره جلو میره توی قصه جلوتر بره و ببینم در نهایت چی میشه. دلیلی که من زخم کاری 1 رو ازش خوشم اومد و دنبالش کردم، قدرتی بود که مالک مالکی داشت و اینکه دوست دارم ببینم که ادامه قصه چی میشه، مالک مالکی به کجا میرسه داستانش، خط روایتی که داره میچینه و این قصه هایی رو که داره دنبال همدیگه زنجیروار یک اتفاقی رو رقم میزنه. خیلی دوست دارم ببینم که در نهایت چه اتفاقی میفته و شوک کارگردان به ما و البته نویسنده کجا هستش. سلام به همه شما عزیزان، خیلی خوشحالم که بعد از قسمت اول در قسمت سوم در خدمتتون هستم. من تو قسمت اول خیلی توپیدم به زخم کاری و اصلا باهاش کنار نیومده بودم، به خاطر اینکه به نظرم باگ‌های داستانی زیادی داشت. توی قسمت سوم میتونم بگم که از قسمت دو یهو کامبک کرد به نظرم، ولی همچنان با کاشت و برداشت‌های مهدویان مشکل دارم. اینکه از فصل دوم خیلی بهتر شده، قطعا همینطوره و واقعا بهتر شد داستان، ولی همچنان کاشت و برداشت هاش درست از آب در نمیاد. یعنی درست میکاره، برداشت نمیکنه. مثل همون چیزی که من توی قسمت 1 بهش ایراد گرفتم که آقا 8 ماه
راننده تاکسی بودن مالک دلیل منطقی براش نیوردی. این قسمت پاس گلو داد بهت، ازت پرسید چرا هشت ماه مسافر کشی کردی، بازم برداشتش نکردی. هر جوابی مالک میداد منطقی بود، جوابی بهش نداد، نگاه دیسلایک نداد، واقعا جواب بهش نداد. مشکلم باهاش این بود در این قسمت لاقل. و اینکه وزن بازی جواد عزتی در لحظه لحظه این سریال داره حس میشه، حتی در مقابل کسایی که نونیم ترن، بازیگرهای در واقع کم تجربه تری هستن، داره نشون میده که فصل دو چرا با کله سقوط کردی. شاید اگه فصل دو هم وزن بازی جواد عزتی رو داشتیم، بازی ها قابل قبول تر بود، ما دیگه لحظه لحظه سریال ایراد نمیگرفتیم. حتی الناز ملک که خیلی ها باهاش مشکل دارن در این سریال و از بازیش راضی نیستن، از جمله آقای گنجیفر، توی سکانس های مشترکش با جواد عزتی بازیش قابل قبول تر میشه، چون مطمئنم جواد عزتی از اون دسته بازیگرایی که پارتنرش خیلی کمک میکنه، راهنمایی میکنه و باعث میشه که اونها هم درست تر بازی کنن. نگاه، ما همیشه از آدم های ضربه میخوریم که بهشون اعتماد 100% داریم. به قدر با این یه جمله هم مشکل نشتم، ولی حرف تو رو کاملا درک میکنم که چرا میگی خیلی داری شعاری میشی. واقعا همینطوره، داره شعاری میشه. ما از داستان زخم کاری ضربه خواهیم خورد اگر ضربه ای باشه، به خاطر همون کاشت و برداشت های اشتباه و بقیه چیزهایی که پیش میاد. بقیه چیزها روند بازی خوبه. پژواک ایمانی گفتی آقای گنجیفر فکر کنم که اضافه شد، جز بازیگرهایی که توی رهایم کن پسر آقای حسن مجنونی بود. دیگه یه سری بازیگر جدید باید بیان دیگه، چون ما وارد یه سری کشت و کشتار جدید خواهیم شد که احتیاج دارن به این بازیگرها، دیگه کسی نمونده بخواد بکشتشون. یه سری بازیگر جدید میان که قسمی که منتظرش هستیم اتفاق بیفته. در خصوص حمزاد پنداری نکردن محمد اخلاقی، شخصیت پردازی هاش اصلا طوری نیست که کسی بخواد باهاش حمزاد پنداری کنه. یک سری آدم دیوانه دنبال قدرت کشت و کشتاری، آخه چجوری اصلا میخوای باهاش حمزاد پنداری بکنی؟ من فکر میکنم این یعنی جزء ایرادات سریال به حساب نمیاد، با کمال احترام. خب من اول دلیل دیسلایک هامو میگم در مورد اینکه میگی دلیل منطقی نداره. ببینه، قبل از اینکه حتی این دیالوگ رو ما از مالک مالکی بشنویم، توی صحبت همون گفتیم تنها دلیلی که میتونسته مالک رو به این کار وابه داره، یه مدتی دورش کنه، اولا تمرکز کردن روی کاریه که میخواد بکنه، دوم این که میخواست به همه بگه من دیگه کاری با هیچ چیزی ندارم، یعنی اومدم یک کار دیگه ای رو انتخاب کردم که اصلا توی لول قبلی من نبوده و من از همه چی بریدم. و این اعتماد رو و خودش گفت دیالوگه که با پسر فرنهاد داشت، گفت من چه کار میکنم، اعتماد اعتماد اعتماد، و میخواست این رو به دست بیاره که فکر میکنم به دست آورد. حالا هر دیالوگی دیگه این گفت به اندازه این برای من منطقی نمیشد. در مورد حمزاد پنداری هم که خب نازگو جوابو گفتی و منم همین رو میخواستم بهش اشاره بکنم. اما در مورد ایراد داستانی، باز هم کاشت و برداشتش بد نیست. ببینید سریال گیم آف ترونز هم توی 8 فصل با فصل آخرش با فصل اولش متفاوت بود، چون عوض شد نویسنده. الان هم همینه، الان نمیدونم چرا تعجب میکنید، چون فصل آخر رو بخواییم بذاریم تو کنار فصل اول، کاملا تفاوت رو احساس میکنید. زخم کاری هم ضربه داستانی نمیخوره. چیز توی فصل دوم چرا این اتفاق افتاد، اما الان انگار که تمام تلاششون رو کردن حداقل تو لول فصل اولش بخوان دیالوگ نویسی کنن، قصه رو پیش ببرن. اما داریم میبینیم اینکه پرت نمیشه به همه جا، این همه شخصیت اضافه میکنه ولی شخصیت ها بی تاثیر نیستن. یعنی چیزی که توی این سریال به نظر من خیلی داره به دوش برد میشه روابط شخصیت هاست و تأثیری که اون شخصیت ها روی داستان میتونن داشته باشن و همین رابطه ها، حالا دوستی ها و دشمنی ها میتونه این قصه رو جلو ببره. و این تعامل بین بازیگراست که یعنی بین شخصیت هاست که حرفی برای گفتن داره، وگرنه قصه یکیه. این که بخوان از طلوع انتقام بگیرن توی فصل قبلی، بالاخره تو هر قسمت و فصلی یک انتقامی این وسط بود، ولی این تعامل باعث میشه که خب بگی این قصه وجود داره، اما حالا این شخصیت ها میخوان چه تأثیری روش بذارن. و اینکه حالا بازیگری جدیدی هم که اومدن، حالا فکر میکنم یکی دو نفر بودن که خوب عمل کردن، یعنی من دوست داشتم بازی آقای ایمانی رو، خوب عمل کرد، خوب بود و همین دیگه. و حالا میخوام دوباره اشاره بکنم، همیشه گفتم و بازی سمیرا رو خیلی دوست داشتم، ولی یه جاهایی من احساس میکنم کارگردان دلش نیومد دوباره برداشت کنه. یعنی یک دیالوگی که با کیمیا توی ماشین داشت، انگار یک لحجه عجیبی گرفت توی یکی دوتا از دیالوگ هایی که گفتش. کاش که به اینا هم دقت کنن، یعنی جزئیات که فکر میکنم میتونه ضربه بزنه، وگرنه در کل من زخم کاری سر رو دوست دارم. خب
مهدی اشاره کردی به فلشبک، درسته قاب خوبی چیده بود ولی قاب بندی اصلا به کارگردان ربطی نداره، مار فیلم بردار. دو اینکه فلشبک کارکردش چی بود؟ اصلا حالا ما فرض میکنیم اصلا فلشبک وجود نداشت و این بچه عبدی رو بغل نکرده بود، چه خلالی تو داستان به وجود میومد؟ دو منظور از همزاد پنداری، چرا این سریال همزاد پنداری نداشته باشه؟ مگه ما تو فصل اول موقعی که مالک نشست رو صندلی هاجمون نگفتیم آخیش؟ وقتی یکی که اینها رو از میون بر میداشت نمیگفتیم آخیش برو جلو برو جلو؟ چرا؟ چون تو قسمت اول تحقیر مالک رو دیده بودیم. همزاد پنداری نه اینکه ما بریم آدم بکشیم، یعنی که باورپذیر باشه برام، یعنی بگیم خودمونو بذاریم جای شخصیته. چرا عزتی بدمن قصه بودی که با این همه اینکه آدم کش ولی مردم دوستش داشتن؟ چون اون همزاد پنداری درست چیده بود. ولی اینجا اصلا باورپذیر نیست. تو مخاطب بقیه که بی بسم الله پلی رو میکنه هزاران سوال براش به وجود میاد و اینا جواب داده نمیشه. من خیلی برام عجیبه، مثلا چجوری میشه که سیما تو ماشین نشسته میگه به من زمان بده، طول میکشه تا بهت اعتماد کنم، دو تا خیابون رفتن جلوتر اعتماد میکنه، از این ماشین میشینه تو اون ماشین. خب این میگه چرا یهو مثلا این گفت تا قبلش گفت طول میکشه بعد یهو گفت فلان؟ سیما با کیمیا چرا مشکل داره؟ اینا سوالی که جواب داده نمیشه. حداقل شاید برای من سواله و شاید شما جوابش بدونی. هولدینگ اصلا چند تا سهامدار داره؟ مگه مالک تو فصل اول موقعی که نشست جای هاجمو چند نفر سهامدار بودن که 4 تا امضا جمع کرد 3 تا اون امضا بودن؟ حالا چی این همه سهامدار پیدا؟ ایناها با اضافه شدن شخصیت ها، ببین تو موقعی که یه شخصیت جدید وارد فیلم نامه میکنی باید شخصیت پردازیش بکنین که آدم این ریاکت رو انجام داد، این کار رو کرد، چرا این کار رو کرد، تمام خودش یه عالمه دیتا باید وارد کنی. ولی این تعدد شخصیت هایی که اصلا وکیله، من نمیدونم یهو وکیله از کجا در اومد، وکیله ملیکا شریفینی های اسمش فهم کنم، فامیل شریفینی، بعد که باز طلویی زنگ زد، اینا تمام سواله که همزاد پنداری نمیشه. ببین مهدویان با خودش این رو برداشت کرده بود، از نوع دکوپاژی کرده بود، مخصوصا تو سکانس آخر موقعی که رفت پیش سماوات اون موزیکی گذاشته بود کپی فصل اول قسمت آخرش بود، دیالوگایی که حرف میزد ولی تو اونجا نبود و موزیک میخورد. با خودش گفته بود چی؟ ما میام 4 قسمت میسازیم که مثلا مالک این بلاها سرش اومده اینطوری شده، میام تو قسمت پنجم میام مالک یکی مهرهاشو بچینه، به قول سمیرا موقعی گفته بود، درسته؟ یعنی بره پیش اون اونو راضی کنه، بره پیش اونو راضی. این نشسته بود، یعنی موقعی که داشت اینها رو راضی میکرد و تلنگر آخرش که رفت جای سماوات گفت برو ترکیه، من به خودم نگفتم که آخش الان میره طولی رو مثلا دهنش رو مثلا صاف کنه. چرا؟ چون اتفاقا مشکل از تو هم فصل دو هم هست که شما طولی اونقدر درست کلاش درش نیوردی که حالا انتقام بشینه. مشکل سر این داستان داره جلو میره. یک نکته دیگه هم خیلی کوتاه بگم، من نمیدونم آقا این چه نوع کارگردانی، اولا که آقای مهدوی ها مستندساز بوده وارد سینما شده، یعنی اولش با مستندسازی شروع کرده. توی مستند شما دوربین رو میذاری عقب، لنز زوم میذاری جلو رو میگیری، این دیگه دوربین پشت گلدون گذاشتن و این همه دور بودن اینا اتفاقا کمک میکنه که تو همزاد پنداری نکنی. مالک داره با پسر فرنهاد دیالوگ میگه و چقدر دیالوگای تاثیرگذاری میتونست باشه که من پسر اسمال چخچی ام، من فلان نیستم، ولی اصلا نیمروخشو داره میگیره چون دوربین فقط واسطه اینا تو قاب دارن حرکت رو کاتی نمیخوره. اون چهره ای که مالک داره میگه من پسر فلانم اینطوریم به تو کمک نمیکنه چون نزدیک نی توست، چون اصلا چهرهشو نمیبینی. ببین محمد، رابطه‌ای که بین سیما و کیمیا اتفاق افتاد کاملا مشخص بود. شاید توی آینده ما قرار از کیمیا چیز دیگه ببینیم، خلاف حرفایی که داره میزنه. من با کاری با مالک ندارم، من میخوام رابطه شما رو خوب بکنم، ولی هنوز اون حسادت تو وجودش هست که مالک با کی در ارتباطه، بالا با سیما، حتی با سمیرا، و داره نقش بازی کردن کیمیا رو ممکنه به ما نشون بده. در مورد
سهامدارا هم که گفتی آره اینا یک تعداد ورثه بودن که همه حالا پسرعمو این چیزا بودن که ما دیدیم همه تو فصل اول کشته شدن و تمام اینها یه سری بچه بالاخره دارن دیگه و تعداد بچه‌هاشون اگه هر کدوم دو تا باشه کل ورثه سهامدارش خیلی بیشتر میشن چون همه میخوان سهمی داشته باشن توی این. اما اون فلش بک هم که اول این قسمت نشون داد، حالا معمولا کارگردان استفاده میکنن که یک بک استوری رو به بیننده نشون بدن. اگه ما این رو نمیدیدیم چجوری بگم، مالک داره برای سماوات هم نقش بازی میکنه، میخواست بگه ببین این حاضره برای منافع خودش و از همینطور سمیرا از این همه حالا حس خوبی که تو گذشته با هم داشتن هم بگذره. بس چه ایرادی داشت که نشون بده؟ به نظر من ایراد نیست. فقط این که من یه چیزی هم بگم، اصلا فصل اول و دوم یه لحظه فراموش کنیم، اگه این دو تا فصل نبودن ما اینقدر ایراد میگرفتیم. فکر کنید یه فصل جدیده، میدونم که نمیشه اصلا اینا رو از هم دیگه جدا بدونی، اما برای اینکه یه قصه خوب داره، بازی خوب داره، بد نیست اینقدر ایراد علکی گرفتن. فکر میکنم یکم کم لطفیه، حداقلش ما دیگه دارن فصل... بچه‌ها ایراد میگیرن زیاد، یه ذره فنی دارن. نه فنی خب به قصه دارن بشنبی. ایراد میگیرن. آره. به قصه ایراد میگیرن، به اون فلش بک ایراد میگیرن، بالاخره اینا توی قصه و داستان وجود داره. منی جان میگی فنی، به غیر از بحث حالا کاشت دوربینی که محمد جان راجع بهش صحبت کرد، ما بقیه بحث فنیش کجا بود؟ نه بحث فنی اتفاقا خیلی مهمه به نظرم، اینی که تو سرخ بازیگر تو بگیری مهم. بله. که اون نمیرسه اون چیزش درسته. من میگم به غیر از این یک بخش دیگه، ما فقط بحث فیلم برداری داشتیم. منم یه توضیح دادم، گفتم دلیل این که مثلا اینا پایین میگیری و اونا بالا میگیری چیه، چرا مثلا باید اون به خاطر تفاوت قد دوتا ببین میدونی چیه داستانه. اتفاقا حرکت دوربینا خیلی خوبه، شما مخصوصا اونجایی که داره با منشی دکتر صحبت میکنه طلوعی، وقتی میان میشینن روی کاناپه، حرکت دوربین رو ببین چقدر حساب شده و درست. نه علی من نگفتم بده. نورپردازی ها ببین، ما یک بخش نورپردازی در سایه داریم، یک بخش نورپردازی همراه با نور طبیعی که داره از بیرون پنجره میاد تو، و بالانس کردن این دوتا نور با هم دیگه واقعا مشکله. اینا به کارگردان رب نداره علی آقا، ببخشید من تو صحبت، اینا مال کارگردان نیست، اینا مال فیلم شما بردان. که میخوای تو حرف من بپری محمد، من اصراری میکنم، من بستم تا آخر عمرم بست. ترجیح میدم دوباره صحبت نکنم، سری بعدی صحبت، چون دوباره رشته کلامم. نه ببین الان بحثا میدونی، بذار من یه چیزی رو بگم. بحث اینه که من نگفتم بده، من گفتم دلیل چیه. یعنی میخوای مقام پانتا رو بالاتر نشون بدی و طلویی رو ذلیل تر بکنی؟ من اصلا به بدی فیلمبرداری اشاره ای نکردم، من گفتم اتفاقا دلیلش چیه که چرا ما بعد اینو از پایین ببینیم اون از بالا ببینیم. آیا شما دلیلی تو این داستان میبینی؟ همین. بعدش هم من میخوام بگم اتمسفر سریال زخم کاری انتقام کاملا با اتمسفر قسمت یک متفاوته. حرفی که الان نگاه زد، باید چشما رو شست، یه فصل جدیدی در زخم کاری انتقام ببینیم. اتفاقا من موافق تو هم، برعکس چیزی که فکر میکنی من مخالفتم، نمیدونم چرا. ولی با یه سری چیزا چیز دارم و مخالفت دارم، و ببخشید نازگل، ببخشید علی، با یه سری چیزا مخالفت دارم. من میگم که سطح بازیگری بازیگرای حرفه‌ای با کسی که از یک آموزشگاه اومده که خود استادش اصلا معلوم نیست داستانش چیه، که حتی اکتش تو قاب عکس هم خوب نبود، که یه لحظه عکس پدر رو نشون داد دیگه، فرنا اکتش تو قاب عکس هم خوب نبود، پدرکشتگی ندارم واقعا. من دارم میگم که این استاد نیست. و وقتی اگر پدرکشتگی داشتی دلیل مخالفتتو میفهمیدم بهتی، اما موضوع اینه که واقعا پدرکشتگی نداری و دلیل این همه مخالفت های بی جا بی مورد و توی بعضی جاها تمسخر گونت رو نمیفهم. نه من یه سری دارت بگم، من الان یه نمونه میزنم، هم میخندین همین که متوجه میشین. پاندای کنگفوکار وقتی استاد شیفو میاد یه مبارزهی میکنه، خود پاندای کنگفوکار میمونه. وقتی که من یک استادی رو میبینم که در قطب شمال یک اکت درست نمیتونه بزنه، چه توقعی از شاگردش میشه داشت؟ که شاگردش قشنگ سکته میده تو بازی مالک مالکی. شما یه نگاه بکنید، ما چه بازی از این خانم دیدیم؟ این باز خانم خوش قیافه، اصلا بی نظیر، اصلا نیکول کیدمن سینما ایران، ولی اکتینگ بلد نیست. اینو از من قبول کنید،
خیلی باید تمرین کنه تا به سمیرا برسه. اینو از من قبول کنید. با کمال احترام من اگه شوخی هم میکنم، کاری هم میکنم، نسبت به اینه که میگم این خانوم از یه جایی اومده بیرون، فعلا براش این اتمسفر مهدویان خیلی بزرگتر از لقمه دهنشه. خیلی از بازیگرهای دیگه ها میگی اکتینگ بلد نیست، چون که در تخصص من نیست دارم ازت سوال میپرسم چه کار باید بکنم که بگی اکتینگ بلده؟ فقط تمرین. مثال قطب شمال رو نیار ها، فقط تمرین. مثال از بیرون، مثال از بیرون برای من نیار. من میگم چه کار باید بکنه که اکتینگ، نمیگم به لحاظ آکادمی باید چه کار بکنه، من میگم توی روند این داستان چه کار باید بکنیش تو شما بگی اکتینگ درسته. بیا دو تا مورد ما داریم، یکی اینکه تمرینه، یکی اینکه شما خور... نه گوش کن، چه کار باید بکنه؟ تمرین رو بکن. من میگم مثلا یه نفر میاد بهش میگه که آقا مثلا دختر خوندت مرد، چه کار باید بکنه که شما به عنوان کسی که اکتینگ رو بلدی بگی آفرین چقدر خوب اکت کرد؟ من مقایسه با صد بکنم؟ برات مقایسه بکنم؟ نه من میخوام بگو چه کار باید بکنه. ببین علی بذار من بگم اکتش میدونی چرا بده؟ نه خب جواب تو بگم علی. نه من جواب از مهدی میخوام. نگاه من جواب از مهدی میخوام. منظورم که چه اکتی باید بزنه در بازیگری. چه من اگه بودم کات میدادم. نشسته بود کباب بخوره. طرف نشسته بود کباب بخوره. اومد لقمه اولو بخوره گربه گو میو. انداختش جلو گربه. لقمه دوم گربه گو میو انداختش جلو گربه. سومی گربه گو میو انداخت. بعد لقمه چهارم دوباره گربه گفت میو. گفت آقا بی پدر من که همشون دادم تو خوردی، اصلا تو بیا جای من، حالا من میو. حالا محمد حسین مهدویان رو ول کن، تو کارگردان. من کارگردان بودم، چه اکتی از بازیگرت میخوای؟ من اگر کارگردان بودم تک اکتای توی یک دیالوگ توشات رو که توی ماشین نشستن فدا نمیکردم، کات میدادم میگفتم از اول بگیرین، کات میدادم میدادم از اول بگیرین. نوع آکسان گذاری ها، حتی سمیرا هم دو سه جا آکسان ها خوب نذاشت. من دارم اینا رو میشنوم، دارم میگم آکسان خوب گذاشتن اکتینگ خوب نیستش. آقا فدا میکردم میگفتم اون صحنه دوباره کات از اول. آقا برید تمرین کنید. من دارم به زبان بورکینافاسو صحبت میکنم. تو میگی چه کاری باید میکرد؟ یه نفر گریه بکنه. آقا گریت خوب نیست خانم. اگر خوب نیست برو تمرین کن بعد یه گریت رو بگیرین. دیگه الان من تو خب زبان گریه چه جوری باید باشه که شما خوشت بیاد؟ بره چهار نفر آدم رو ببینه بعد اون موقع متوجه میشه که چه اتفاقی افتاد. من کارگردان آقا این گریه که تو داریم که تو خوشت بیاد. ببین من اگر کارگردان باشم طرف بخواد برای مرده گریه بکنه، نگاه میکنم چیزی که در عقبه ذهنم هست آیا در واقعیت جامعه ما کسی این مدلی گریه میکنه، بهش میگم. اگر نمیرم بهش یاد میدم که چجوری گریه کنه. من کارگردان مگه نیستم؟ میگم من این گریه رو از تو نمیپسندم. من این گریه رو از تو نمیپسندم. الان بهت میگم شما کارگردانی، من گریه کردم به زعم شما اشتباه. علی جان این گریه رو من نمیپسندم. نه من این گریه رو نمیپسندم. علی جان گریه دیگه ای داری به من نشون بدی؟ از کجا میدونی اینو مهدویان بهش نگفته و این همون گریه باور کن نگفته. اگر گفته بود انقدر از کجا باور کنم؟ سندت چیه؟ آقا در مورد این قضیه سند نمیخواد. در بچه در مورد این قضیه سند میخواد. تو میگی باور کن بهش نگفته این گریه بعد یه گریه دیگه. آقا من ماحصل بازیگری این خانم رو دارم نگاه میکنم. ماحصل بازیگری این خانم نمرش خیلی ضعیفه. نمرش زیر دهه. خب؟ تمام الان به هر کسی که بگه این بازیگر شما الان به بازیگری خوب مثال بزن یه دونه ببینم چه بازیگر خوبی در ذهنت هست که میگی الناز ملک هم مثلش خوب بازی میکنه. من ببین اصلا بحثم الناز ملک نیست. کیمیا خیلی بهتر از اونه. شمایی که داری راجع به اکتینگ صحبت میکنی، من میگم من بازیگر و توی کارگردان چه اکتی بیام که توی کارگردان بگی اوکی قبوله بریم برداشت بعدی؟ چیزی غیر از اینی که من چند جا دیدم. میخوای محمد تو بگی؟ چیزی غیر از این چند جایی که من دیدم. ببین من احساس میکنم نه پاس نمیده. من احساس میکنم محمد حسین مهدویان اینو من نمیده رو مثال بزنم. باری کلا بله من میتونم اینا رو برات مثال بزنم، اما آیا همه باید یک شکل باشن؟ آیا همه میتوانن مریلا زارعی باشن؟ میتوانن، باید باشی. مریلا زارعی میتونه از
80-90% هالیوود هم بهتر بازی بکنه. بله. ولی آیا دلیل شکی میشه نیست. که ما بگیم دلیل میشه که ما بگیم که هر کس نتواند اندازه مریل آزاری باشد بره بمیره؟ نه نه، من نگفتم بره بمیره. گفتم در حد و حوالیش. بذار من چیز کنم. تمام این مردهایی که توی این سریالن اندازه علی بذار من یه چیزی بگم. ببین گریه که از اکتیک از گریه میخوام میگم، من فقط با این میخوام اینو بهش اشاره بکنم، اینکه یک بازیگری خب حالا یک شیوه یک متد برای بازیگریش داره، اینکه همون بازیگر توی صحنه های متفاوت گریه های متفاوتی نشون میده، به نظر من این از ایراد از خودشه. مگه تو میتونی یه جا با فشردن تمام صورتت گریه کنی، یه جا اصلا کلتو کج بکنی، یه جا دهن؟ نمیشه. خب من الان بازیگرایی که تو ذهنم میان وقتی که صحنه های گریهاشون رو توی اون شخصیت پردازی میبینم همه شبیه همن، ولی این متفاوته. خب این برای من میشه اکتی که کارگردان ازش اشتباه گرفته یا نخواسته اون اکت قبلیه رو براش بگیره. اینا همه ایراده، اکتای اضافه. من از شما میپذیرم نگاه جان، من از شما پذیرفتم. یک دو تا گریه متفاوت جواد عزتی رو برای من مثال میزنی؟ خب من جواد عزتی ندیدم. اینکه تبا همون مدلی که من دارم الناز ملک رو میگم که میگم اکت اضافیه. مهدی حرفی که داره میزنه من متوجه میشم. اینکه ببین به یک زنی که انقدر ادعاش میشه قویه و وقتی که یکی میبینه به صورت خیلی مسخره ایش دستاشو غلاب میکنه مثل بچه های 14 ساله، این بازیگری نیست. تو بعد اون حس مثلا حسادت زنونه تو خیلی قشنگتر از یک بچه 7-8 ساله نشون بدی. خب این اکت بازیگریه، خودش نمیتونه کارگردان بعد ازش بخواد. من نمیتونم قبول کنم یک بازیگری ها، من نقش سیما رو میگم، بچه نازگلم مونده بگین یه جنبندی بکنم، نازگل ببخشید، یه جا خوب باشه یه جا بد باشه، خب نمیپذیرم، اینا ایراد کاره. خب عرضم به حضورتون که من دو تا مشکلی بگو. که توی این سریال دیدم رو حتما باید بهش اشاره بکنم. یکی دوباره استفاده های کاملا ناشیانه از تبلیغات، برای تبلیغات استفاده ناشیانه. دوم یک چیزی که من بهش دقت کردم، شاید متوجه شدم، موضوع توی یکی از دیالوگ ها بود که جواد هاشمی میگفت مسیر غلط به راه اشتباه میره. خب این جفتشون یکیه، مسیر طریق راه، اینا همه معانیشون یکیه. این دوتا موردی بود. و یک مورد دیگه هم سریع بگم و ازش بگذرم، آگاهی بیش از حد کاراکترها بعضی جاها خیلی به من برای من ناراحت کننده است. نمونهش پانیه فکر میکنم اسم اون شخصیته. و یه مورد دیگه هم که باید خیلی زود بهش بپردازم و ردشم اینه که آگاهی بیش از اندازه دیگران و کاراکترها خیلی اذیتم میکنه. اونجایی که پانی پسر فرنهاد رو میبینه میگه پدر شما با طلوعی و دایی من خیلی با هم دیگه مشکل، تو از کجا میدونی؟ تو صرفاً یک وارثی که به تاج و تخت پدرت رسید، تو این اطلاعات رو از کجا داری؟ از کجا میدونی همچین موضوعی رو؟ خیلی ممنون. صرفاً در مورد دیالوگا گفتی، دیالوگا که کار رفیقای خودتونه که این دیالوگا رو مینویسن، میتونم با سند ثابت کنم. رفقای ما دیالوگ رو مینویسن، اما پاکنویسش با کس دیگریست. شاید هم رفیق من نوشته باشه، ولی اگر رفیق من نوشته باشه معنیش اینه که من باید ازش بگذرم؟ نه، رفیقمه که رفیقم. نه، منظورم اینه که اشتباه کرده. من کار اشتباهی نه. تو من رفیق عزیزتر از تو تقریبا من ندارم. من فداتم. همین الان داریم ما رو چیز میکنی. ولی خودتو ملغمه ای از اشتباهات کوچک و بزرگی. مثلا اعتماد، یک بحثی که خیلی ها کردن راجع به اعتماد، که اعتماد. بچه اگر دقت بکنید در فصل 1، 2 و 3 تمام این سریال بر پایه اعتمادهای بیجا و اشتباهه. پس بپذیرید که اعتماد مهمترین و اصلی ترین شاخصه ایه که باید بره تو چشمون اتفاقا. من یه شعری داشتم نوشته بودم که تو این روزا به تنها چیزی که شکدار قلبم اعتماده. دقیقا موضوع زخم کاری هم همینه.
خیلی متشکرم. نازگل عسکری موهاش سفید شد انقدر صبر کرد. نه. بشنویم. آره خب بسم بشنویم. الله الرحمن الرحیم، برم از اول شروع بکنم. ببین نگاه، در خصوص من خیلی تون تون کوتاه کوتاه میگم، در خصوص حرفی که زدم من هنوزم بر حرف خودم هستم با کمال احترام. میگم مالک میرفت تارک دنیا میشد، میرفت سوپرمارکت خرید میکرد میومد میشست خونه. چرا مسافر کشی؟ که بعد یه سری آدم بیان توی اینستاگرام بگن مالک رفته مسافر کشی کرده به خاطر اینکه میخواد طلوعی رو برسونه فروتگاه خفتش کنه. اصلا چه منطقه چرتی میتونه توش بکشی بیرون؟ این از این فلش بک ها خیلی خوب انجام شده. اخلاقی ببخشید، من امروز همش دارم با تو مخالفت میکنم. قاب بندی عزیز دل 100% کار کارگردانه. اون چیزی که بر اساس کوالیتی تصویر و باقی چیزاست فیلم مردم میبنده. اتفاقا کارگردانه میگه چه قابی میخواد، اگر کارگردان درستی باشه. نمونه بارزش 100 تا هست، میتونم براتون بفرستم ببینید. اصلا اساسش همین هستش. این که تعجب کردم به خاطر اینکه توقع نداشتم زخم کاری رو با گیم آف ترونز مقایسه کنی، میدونی؟ یعنی اوکی، زخم کاری جز کارهای خوب بوده. و بچه ها لطفاً، آخه این چه منطق اشتباهیه؟ یک سریالی داره فصل 2 و 3ش رو میسازه، بعد شما به من میگین که 1 و 2 شو ول کن برو سراغ 3ش. بگفت 3ش یه کار تازه است، خب بخوام برم سراغ 3 که اصلا چی بشه ازش؟ نه واقعا نمیتونی اینطوری بهش نگاه بکنی. ما فصل 1 زخم کاری رو جزو 5 تا سریال برتر شبکه نمایش خانگی میدونیم، پس توقع داریم ازش تو همین کوالیتی خودش رو نگه داره. اگر داریم ریز بهش نگاه میکنیم، اگر داریم ایراد میگیریم، اگر داریم میگیم که چرا بد شده، به خاطر اینکه من ازش اون کار رو دیدم و توقع اون کار رو دارم. ببین یه زمانی بود جمعه صبح از خواب بلند میشدی ساعت 8 صبح با هیجان اینکه وای قرار زخم کاری بیاد. الان جمعه ها 2 تا سریال داره میاد، من برای در انتشار با کمال احترام هیجانم بیشتره. زخم کاری از قسمت 1ش بیشتر دوست دارم تو قسمت 3، ولی همچنان اون هیجان رو به من نداده. و فلش بک خیلی خوب بود، همه چیش درست بود، همون کاری بود که مثل فصل 1 ازش توقع داشتیم. مهدی گنجی فر، واقعا نمیتونم ازت بپذیرم که الناز ملک رو نسبت به کیمیا میگی پایین تره. آخه کیمیا چه نقش ویژه‌ای داره بازی میکنه غیر از اینکه میاد صاف وایمس دیالوگ میگه؟ هیچ کاری نمیکنه. باز اون یه چالشی نقشش داشت، همون قسمت بیمارستانی که مرد 4-5 تا گریه باید از خودش نشون میداد، یه بالا پایینی نقشه داشت. آخه کیمیا واقعا کار خاصی نکرده که اصلا بخوایم با هم دیگه مقایسهشون بکنیم توی سریال. کیمیا از اول فصل 1 بوده تا الان هیچ تأثیر خیلی عمیق و عظیمی هم در کار به نظر من نذاشته. هنوزم معلوم نیست دقیقاً میخواد چی کار بکنه. من سابقه بازیگریشونو گفتم، نه تو این سریال. من گفتم سابقه کیمیا. من منظورم سیر بازی. آره الهه ساری، از ممنوعه تا اینجا چه فرقی تو بازیش تو دیدی؟ ولی خب ببین که به من بگی رنا آزادی ور، میگم رنا آزادی ور تو چهارا استانبول برو نگاه کن، برو رنا آزادی ور بیا تو اینجا مقایسهش کن، برو درباره الیشو ببین چه روند خوبی رو طی کرده اومده بالا. ولی واقعا آره الناز ملک با سقوطی که بازی کرد خیلی تفاوت نداشت، کما اینکه تو سقوط شاید یه جاهایی بهتر بازی کرده بود. و قطعا مهدویان تلاش کرده برای اینکه بازی ازش بگیری، دیگه بازیگر نه همه رو داره میکشه سر میبره دیگه. آره نه حالا تلاش میان کرده میگه. نمیتونی بگی که نکرده. آها در خصوص این که تو گفتی که طولوی نشسته بود و پانی وایساده بود و داشت با هم دیگه، به نظرم قابندی درستی بود به دلیل اینکه طولوی میخواد نشون بده در نقطه ضعف ماجرا هستش. اینو من میخوام دقیقا. آره. من در ایراد از صحنه نگرفتم، گفتم دلیل به نظر شما اینه؟ آره. لااقل داره نشون میده که در نقطه ضعفه و بلند شد بعدش تهدید کرد. کمه که من کلن با بازی کامبیز دیرباز با اخلاقی موافقم، اصلا اونقدی که تو فکر کنین گنگه در نیمده که بخوای ازش این همه حساب ببرن و بترسن. داره وصلش میکنه به یه سری مناسبات های دیگه که خب ازش مشخص بود و میدونستیم. و مسئله آخرم در خصوص این که علی گفتی که پانی خبر داره. آره خبر داشتن چیز غیر منطقی نیست، به خاطر اینکه توی همچین خانواده ای که انقدر دشمن دارن، توی این رده بزرگ هولدینگ دارن کار میکنن، اینکه کی با کی دشمنه سریعا بهش میرسه. این دخترم رسیده، تا رسیده یه وکیل گرفته، قاعدتا وکیله باید همه این اطلاعاتو بهش بده که کی باهاشون دشمن بوده، کی داشته چیکار میکرده. به نظرم خیلی عجیب نبود، میتونست خبر داشته باشه. حالا دختره توی همچین خانواده ای بوده، شماش به هر کدوم از شخصیت ها نگاه بکنید همینه، فقط مونده بود توی فصل 1 مثلا به دختر مالک یه چیزی میگفتی 4 تا پرونده میابرد برات میریخت وسط. مثال میگم عبدی پسر این رفیق مالک، یکی از کسایی که هیچ کسی میتونه مچشو بگیره، رفته بود نمیدونم قراردادهای مگوش رو در آورده بود و با پدرش ریخته بودن رو داریو. خیلی متشکرم بچه‌ها. در مورد NCA طولویی هم اگه نظری داریم بگین که متولد. آره
که متولد سال 1374، دختر آقای طولی و ازدواجی که کرده، و اینکه برادرش آقای مجید پتکیه که به بازیگرای خوب اونم ایشون هم اضافه میشن، همیشه نقش پلیس رو داشتن. ببینید کارگردان میگه که کلوز ببند یا لانگ شات ببند، وگرنه چرا میرن محمود کلاری رو میارن؟ و اینا فرق فیلم بردار، پس فیلم بردار میاد دکمه رو میزنه و میگه برو چپ برو راست، قاب بندی مال فیلم برداره، کارگردان بهش میگه کلوز ببند لانگ شات ببند فلان ببند، نور پردازی مال فیلم، فیلم بردار خودش یه نفر سه تا دستیار داره. اون ویدیوهایی که گفتی که اونجا میذاره، فکر نکنید که مثلا آقای مهدویان گذاشته، با طراح صحنه چه کاره پس اونجا، یعنی فکر نکنید که این کارا رو مثلا کارگردان دکوپاج میکنه و بعدش استوری بورد دارن و میاد میان اون کار میبنده. من اینو گفتم، میگم مهدویان باید بگه چه قابی میخواد، این که فیلمبردار باید همونو تحویلش بده، دقیقاً کار کارگردان فیلمبرداره. اینکه نور خوبی داشته باشن، ولی تا مهدویان نگه آقا من این قابو میخوام، که فیلمبردار خود به خود نمیتونه بره این تصمیمو بگیره که چی کار بکنه، تا مهدویان نیاد به طراح صحنش بگه من چه طراح صحنه میخوام، که طراح صحنه برای اگه قرار باشه هر کی بره کار خودشو بکنه، که برادر چی میشه دیگه. درست، یعنی تایید آخر رو در نهایت کارگردان میده. درسته. نکته دیگه ببینید آقای علی آقا، من اولا عذرخواهی میکنم تو کلام شما پریدم، یک چیزی شما جلسه پیش گفتید من خواستم اینو مطرح کنم. شما فرمودید که آقا زخم کاری آیا قاب بندی خوبی نداشت، آیا صدای خوبی نداشت، آیا تدوین خوبی نداشت، آیا هزار طراح لباس خوبی نداشت، که همش شما میگید که مثلا بده بده بده، یعنی نکات مثبت هم داشت. ببینید شما موقعی که یه ماشینی مثلا میخری، وقتی موتورش خرابه نمیگی که درش خوب کار میکنه یا شیشش بالا میره. فیلم یعنی همین، فیلم یعنی تدوین درست، صدای درست، اکت بازی. بفرمایید موافقی با این موضوع یا مخالفی شما؟ من مخالف. یعنی شما میگید هیچ چیز خوبی نداشت؟ چرا، الان توضیح میدم. میگم پس موافقی؟ نه نیا کنید، اون خوب خوب نیست، نه اون وظیفه نه شما. ببینید محمد جان بفهم، مادامی که شما دارید یک کلیت رو میگید وارد جزئیات نمیشید، زمانی که من میگم آیا توی این بخش خوب نداشت، آیا توی این بخش خوب نداشت، توی این بخش خوب نداشت، توی همون قسمتی که شما دیدید من با مهدی گنجیفر بحثم سر این بود که همه چیز رو صفر و صد نگاه نکن. من وقتی میگم قاب بندی خوب، معنیش این نیست که صد در صد تمام قاب بندی ها بدون نقصه، نه، نقص هم وجود داره، اما آیا قاب بندی های خوب، آیا بخش هایی که صدا برداری خوب اتفاق افتاده، اون موسیقی خوبی که روی این کار هست، آیا حرف من این بود که آیا نکات مثبت نداره که فقط در قسمت یکی که نقد شده بود راجع به بدیهاش گفته شد؟ من مشکلم این بود. پس درست. اون حرف من رو شما بد برداشت کردی و اون رو ننداز، توپش رو ننداز تو زمین من. بله مشکل داره و من هم توی همون قسمت هم بهش اشاره کردم، اما صحبتم اینه نکات مثبت هم داره. بله من کوتاه توضیح هم بدم. درسته. ببینید شما به میز چی میگید؟ میز یک چیزیه که چهار تا پای داره، یک دونه پای اگر نداشته باشه هویت میز بودن رو از دست داده. شما نمیتونی بگی که یک پایه نداره ولی سه تا پایه خوب داره. اصلا شما واژه خوب رو نمیتونی بگی تدوین خوب. اصلا فیلم مگه غیر از تدوین درست، صدای درست، چه میدونم اکت با... اگه ایناها بد باشه که اصلا بهش ماهیت فیلم میره زیر سوال. اون چیزی که شما گفتید محمد جان، یک واژه‌ای داره بهش میگن قیاس محل فارغ، که شما میگید یک میز سه پایه داشته باشه، بحث ما اصلا این نبود. اون چیزی که من گفتم و شما دارید راجع بهش مثال میزنید مثل این میمونه که بگید آقا سه تا چهار تا پایه داره یک میز. اولا که هر چیزی چهار تا پایه داشته باشه نمیشه بهش گفت میز، وگرنه به چهارپایان هم باید بگیم میز. اما اون چیزی که شما مثال زدید مثل این میمونه سه تاش رو با چوب گردو بسازن یکیش فلزی باشه، به این میگن
اشتباه ایراد، نه که یه پایه نداشته باشه اسمش میز نمیشه. اون مثالی که شما زدی باید این مدلی مثالش رو میزدی، در غیر این صورت میشه قیاس محل فارق. من هم اگر یک میز سه تا پایه داشته باشه اصلا اسمش رو میز نمیذارم. اگر توی تدوین یک جا کات نداشته باشه، اگر جای کات وسط فیلم باشه، منم میگم این ایراد تدوینه. اگر یک جا اصلاح رنگ و نور درست انجام نشده باشه و اصلا یادشون رفته باشه، منم میگم این ایراد تدوینه. نداشت و اون میشه سه تا و اون میشه سه پایه. توی کدوم سکانسش نداشت؟ قسمت اول زخم کاری، سکانسی که رفتن خونه طلوعی مهمونی، یه تدوین اشتباه. دوربین رو شما میدونید دیگه، با یه دونه دوربین فیلم برداری میکنن، دوربین رو میذارن اون ور، اکتای این ور رو میگیرن، دوربین رو میذارن این ور، اکتای اون ور رو میذارن. وکیل پانی یه دیالوگی رو میگه به پانی، موقعی که عصبانی میشه به طولی میگه من آرومش میکنم، دوربین از اون ور این اکت رو میگیره، دوباره که کات میخوره از این ور میخواد دوربین بگیره، دوباره ما همون اکت رو میبینیم. یعنی یک، هم در اجرا، دو، هم در تدوین، سه، هم در اصلاحی که دوباره این فیلم اومدن دیدن یا ندیدن دیگه. قطعا اگه میدیدن متوجه میشدن. شما برید نگاه کنید این رو. شما تدبین. به این فکت تمام سریال رو زیر سوال میبری و تمام آف تمام سریال همینو میخواستم عزیزم، همینو میخواستم ازت، تمامش رو نمیتونی زیر سوال ببری. اگر ببری 100 تا مثال برات میزنم که یکی از مهمتریناش میشه گیم آف ترونز، که با توجه به مثال شما تمام پروژه گیم آف ترونز زیر سواله به علت هزاران سوتی که داشت. درست. پس شما به واسطه یک اشتباه مثلا تصویر برداری نمیتونی بگی کل تصویر برداری مشکل داره. من اصلا مشکلم با همین نگاه صفر و صدیه. من میگم هزار جا خوب بود، بگم اون هزار جا خوب بود و بعد بگم دو جا بد بود. حرف من اینه. درست. بچه ها یکم اشتباه برداشت نکنید در مورد صحبت من. وقتی من میگم گیم آف ترونز، من این دوتا رو اصلا با هم مقایسه نکردم. گفتم یک سریالی در حد گیم آف ترونز وقتی نویسنده تغییر میکنه افت پیدا میکنه. از زخم کاری چه انتظاری دارید؟ برای اینکه من نمیگم که فصل اول و دومو فراموش کنید، یعنی من خودم مخالفم، حتی اینو گفتم برداشت اشتباه نکنید، گفتم اگر این دوتا فصل نبود، یعنی فصل یک به این خوبی نبود، آیا اینقدر از این فصل ایراد میگرفته؟ منصفانه فکر میکنیم، یعنی خوشگلم چون فصل یک بود داریم از این فصل ایراد میگیریم. میدونی اینا پشت سر همه. گاهی وقتا وقتی یه چیزی خیلی خوب میشه ایراد گرفتن ها دیگه خیلی به نظر من گاهی وقتا مغرضانه میشه، البته ببخشید، ولی من میگم اوکی ما اینو در نظر بگیریم، ولی وقتی که اینقدر چرخش شده، اینقدر بهتر شده، بیایم بگیم اوکی خوبه، منم مشکل دارم با یه سری نکات، مخصوصا که مدارک طلوعی دست سیمایی که از شوهرش چی نداشت چی کار میکنه. بچه خیلی ممنون، ما نمیدونم چه درافه جابجا شدیم تو ولی ممنون که تو این برنامه بودین. یاد بازیگرایی مثل من میدونم چرا جابجا شدیم، قد شد این برنامه، قد شد رفتیم دوباره برگشتیم، سپاسگزارم. ولی یاد سیاوش طهمورس، یاد آقای کاظم حجیرآزاد و خیلی بازیگرای دیگه ای که تو فصل اول درخشیدن و الان نداریمشون خالی. امیدوارم که لذت ببرین از زخم کاری سه انتقام و به نظر من اتمسفر خوبی داره، باید ذهنمون رو بشوریم. در مورد گیم آف ترونز هم که در HBO اگه پخش میشه، ما اگه تو اونا لول 2 و 3 بذاریم، خودت هم نازگل گفتی زخم کاری اینجا هم لول 1 و 2 و 3 و میشه با هم مقایسهشون کرد در پلتفرم. مرسی از علی حسین پور، مرسی از نازگل، مرسی از نگاه و محمد اخلاقی. بریم ببینیم که مخاطبمون چی میگه، برامون چی کامنت میذاره و اگر چیزی جا افتاده برامون کامنت بذارید. شب روزگارتون خوش. مرسی.